سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى آله وأصحابه. اللهم عجل لوليك الفرج، وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. فرا رسیدن روز عزا و رسا و مصیبت و شهادت رهبر آزادگان و آزادگی را به همه مسلمین عالم و عالم خلقت و ملکوتیان و آسمانیان، به ملت و دولت افغانستان، به همه عزاداران این شخصیت که پرچم هدایت و کشتی نجات معرفی شده، مخصوصا به شما عزیزانی که با حضورتان از ساعتها قبل محفل را مزین کردین، تسلیت عرض می کنم. با استعانت از خداوند و التماس دعا از همه شما و کسب اجازه، از همه مخصوصا سلسله جلیله علما و دانشمندان، عرایزم را در این محفل بزرگ و تعظیم شعائر الهی آغاز کنم. روز عاشوراست، مصادف شده با روز جمعه. انشاءالله تا لحظه شروع اذان و زوال که به یاد نماز بی‌نظیر تاریخ خلقت، نماز عاشورا، نماز اول وقت را اقامه خواهیم کرد، در چند فراز از حسین، از مکتب حسین و از ظرفیت حسین و از برنامه های حسین انشاءالله با هم بهره ببریم. حسینی هستیم و حسینی تر شویم، متحد و متحدتر، بیدار و بیدارتر شویم انشاءالله. عزیزان لطف کنن با اینکه برنامه های زیادی را برنامه داشتن و اجرا کردن، بخش پایانی برنامه هم انشاءالله مفید و مؤثر باشد. صلوات مرحمت بفرمایید. انشاءالله من بتوانم با آرامش صحبت کنم. الحمدلله رسانه ها هستن، صحبت ها و اون چه گفته می شود منتقل شود و پیام رسانی شود. ذهنهای شما، فکرهای شما کمتر از این رسانه ها نیست. در چنین شبی که پشت سر گذاشتیم، آقا سید الشهدا به یارانشان فرمودن من جدم رسول الله را در خواب دیدم. فرمود انت شهید و هذه الامه، تو سید الشهدای این امتی. هازل ملک نزل من السما، این فرشته و ملائکه است که از آسمان به زمین آمده تا خون تو را در شیشه سبز بگیرد. اون شیشه سبز یقینا عقل شما، فکر شما، رگاهای غیور و با احساس آزادگان عالم است. به همین دلیل تلاش میکنم سید الشهدا را معرفی کنم، عاشورا را معرفی کنم به سهم خودم،
و گوشه از امروز را باز هم با چشم دل به نظاره بنشینیم. سؤال اول خدا در قرآن فرمود از آگاهان بپرسید، فاسألوا اهل الذکر. سؤال اول حسین کیست؟ جوابش را از قرآن و از روایات و کلمات جدش دریافت میکنیم. اون شخصیتی که خدا فرمود از هوا حرف نمیزند، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. حرف او وحی است. ابن عباس، عباس عموی پیغمبر است، فرزندش عبدالله است، معروف است به دانشمند امت پیغمبر. ابن عباس میگوید وقت آیه 23 سوره شورا نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا، پیغمبر به مردم بگو، قل یعنی بگو، سوال یعنی طلب کردن، لا اسألكم علیه اجرا، اجر یعنی دستمزد، من از شما مزدی مطالبه نمی کنم، پاداشی مطالبه نمی کنم، الا المودت فی القربا، مگر نزدیکی، مگر محبت نزدیکانم، الا استثناست، مودت یعنی دوستی، ود یعنی عشق محبت، الا المودت فی القربا. این سوره مبارکه شورا آیه 23. ابن عباس میگوید اصحاب به پیامبر گفتن یا رسول الله، چه کسانی نزدیکان شما هستن؟ در آیه دستور آمده بود چه کسانی نزدیکان شما هستن که محبت اونها بر ما واجب است. کلاس عشق و قرآن و معرفت است عاشورا. سوال، پیغمبر فرمود علی و فاطمه و فرزندان آنان صلوات الله علیهم اجمعین. آیه در سوره مبارکه شورا، این جریان، این سوال و جواب در کتاب عمده ابن بطریق صفحه 50. یک بخش سوال را از قرآن و از پیامبر دریافت کردیم. صلوات بفرستیم. خیلی زیبا و با ولایت و با محبت از برادر عزیزم مولوی روشن ضمیر و با اخلاص جناب عثمانی، مسئول مدرسه رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس رحمتا للعالمین، یکی از القاب و از اوصاف رسول الله است، انشاءالله همه ما زمینه رحمت را فراهم کنیم. شنیدین، اما من هم به سهم خودم بخش دیگر را از روایات دانشمندان اهل سنت بیان کنم. سه تا روایت از کتاب معروف طبقات ابن سعد نقل کنم. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین، حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، بزرگ جوانان بهشتی هستند. کسی حسینی نشود با استفاده از این روایت را پیدا نمی کند. فرمود الحسن و الحسین، حسن و حسین سیدا، رهبر و بزرگ شباب اهل الجنه، اگرچه هر که بهشت می رود جوان می شود،
این برنامه خداوند است. اما سیدشان حسنین علیه مسلات و السلام است. این جمله را از برادرم شنیدین: من تکمیل کنم، برنامه ها را با همفکری تکمیل می کنم، تفسیرها را دانشمندان به کمک همدیگه تکمیل کردن و می کنن، پروژه ها، صنعت، پیشرفت با همفکری تکمیل می شود. اینجا همفکری را به نظاره بنشینین. در روایت بعد در صفحه 27 پیغمبر فرمود: حسین منی، حسین از من است. خب حسین فرزند دختر پیغمبر، اینجا را دقت کنین: و انا من حسین، منم از حسینم. پیامبر اسلام آورد و پیامبر اسلام داده شد، قرآن نازل شد. اون چه بشر برای سعادتش لازم دارد در قرآن است: لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این اسلام با شهادت حسین مندگار است. اسلام محمدی الحدوث. حسینی البقاس. فرمود من از حسینم. دقت کن، این مجلس استثنایی است. هزاران زن و مرد در فضاهای مختلف در کنار هم با همه عشق میشنوند. بعد در ادامه فرمود: احب الله من احب حسینا. خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست دارد. آیا دعای پیغمبر مستجاب نیست؟ میدانی در مجلس حسین، در برنامه حسین، در معرفی حسین، در شناخت حسین گام برداشتی، مشمول دعای پیغمبر هستی. جمله بعد: من احب الحسن و الحسین. اگر موضوع مهم نبود این همه نمی چرخید. در بیان سوم فرمود: هر که حسن و حسین را دوست داشته باشد مرا دوست دارد. فقط احبنی. این محبت از محبت ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست. و من ابغضهما فقد ابغضنی. هر که بغض و کینه حسن و حسین در دل داشته باشد، پیغمبر فرمود بغض مرا در سینه دارد، بغض مرا در وجود و در اندیشه دارد. خدایا جان و فکر و وجود ما را با محبت پیامبر و فرزندانش بیش از پیش سرشته بفرما. بس است، خیلی طولانی نکنم. ام الفضل همسر عباس فرزند عبدالمطلب است، یعنی همسر عموی رسول الله، یکی از همسران پیغمبر با همسر عباس ام الفضل خواهر است. یعنی ام الفضل هم زن کاکای پیغمبر و هم خاشنه پیغمبر می شود. در کتاب مستدرک بر صحیح مسلم و صحیح بخاری حاکم اسکانی در جلد 3 در صفحه 127 می نویسد: ام الفضل خواب دید قطعه از وجود پیغمبر، مثلا دست مبارک یا سینه مبارک، عضو از اعضای نازنین پیغمبر بریده شد و به خانه ام الفضل که هم همسر عباس عموی پیغمبر است و هم خاشنه پیغمبر است انداخته شد. این خواب را که دید نگران شد، آمد خدمت پیامبر، خواب را تعریف کرد با نگرانی، با اضطراب
پیغمبر فرمود خواب خوبی است، خوابها تعبیر داره. پیغمبر فرمود به زودی فرزندم دخترم زهرا فرزند به دنیا می آورد، اسم ام الفضل، همسر عباس است، عباس عموی پیغمبر است. فرمود دخترم زهرا فرزند به دنیا می آورد و تو در نگهداریش زهرا را کمک می کنی. ابی عبدالله امام حسین سید جوانان اهل بهشت که امروز نه من و تو، در افغانستان هزاران مجلس است، در کشورهای اسلامی، در همه کشورها، در غرب، در شرق، در اروپا مجالس است. این بزرگوار وقتی به دنیا آمد مدتی نگهداریش با عهده ام الفضل بود. اینم معرفی حسین. صلوات مرحمت بفرمایید. اما معرفی عاشورا، من در عرائضم یک فرمول دارم، هر حرفی با قرآن موافق نبود از کسی نپذیرین. اون چی را گفتم همه با قرآن معید است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا معرفی عاشورا، میدانین یکی از انبیای اولی العزم حضرت موسی کلیم الله است، علی نبینا و علیه السلام، خدا با موسی خیلی صحبت کرده، آیات در قرآن صحبت خدا با موسی است، ما تلک بیمینه، چند بار صحبت کرده. امام صادق فرمود 3500 مرتبه. در صحبتی از صحبتها موسی با خدا مشغول صحبت بود، خداوند به حضرت کلیم فرمود من پیامبری دارم به نام محمد. و اون پیامبر وقتی مبعوث می شود تا آخرین روز دنیا بشریت امتی او هستند. فرصت نیست. بعد خداوند به موسی فرمود امت او برتری ها دارد، نه جبرن، یعنی اگر مکتب او را، قرآن او را، روش او را عمل کنند، این امت امت سرافرازند. حضرت کلیم و موسی سوال کرد خدایا به چه دلیل امت پیامبر آخر از زمان را فضیلت دادی؟ خداوند فرمود به 10 چیز فضیلت دادم. 1 نماز، نماز موسی می داند. 2 زکات. 3 روزه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. 4 حج. 5 جهاد. 6 نماز جمعه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. 7 نماز جماعت. 8 قرآن. 9 علم. و قل رب زدنی علما. 9 تاشه به موسی معرفی کرد. خب معلومه پیغمبر خداست، علم میفهمه، زکات میفهمه. آخرین چیزی را که بیان کرد خدا فرمود عاشورا. عاشورا. موسی پرسید خدایا عاشورا چیست؟ چون عاشورا در روز 10 سال 61 مثل امروز اتفاق افتاد. ممکنه کسی بگه چطوری از قبل خدا عاشورا را به موسی معرفی کرد؟ چطوری خدا به عیسی ابن مریم فرمود بگو سیعت من بعد رسول اسمه احمد؟ صلوات بلند.
زیاد معطل نکنم. سوال کرد خدا عاشورا چیست؟ خدا فرمود گریستن، اشک ریختن بر فرزند محمد. و مرثیه و عزاداری بر فرزند پیامبر و برگزیده من. بهتر است بیشتر بفهمیم. ای موسی هر بنده ای از بندگانم، من بارها گفتم باید محرم و عاشورا را در همه کشور مدیریت کنیم، در همه مساجد، در همه مصلاها. خوش به حال خطیب جمعه که امروز از حسین و از محرم و عاشورا حرف میزند، افتخار بکند که از چنین آدرسی صحبت میکند. نه تنها کشورهای اسلامی، باید به کشورهای غیر اسلامی این معرفی صورت بگیرد. فرمود هر بنده ای از بندگانم که در آن زمان که حسین به شهادت میرسد بر او بگرید، یا اگر اشکش نیامد به مثل گریه کنندگان در بیاید و تباکی کند در سوگ فرزند مصطفی، او را پاداش بهشت میدهم. مگر نفرمود حسن و حسین آقای جوانان اهل بهشت است؟ یقینا این مجالس هزینه دارد، برنامه دارد، پذیرایی دارد. فرمود هیچ بنده ای از بندگانم از مال و ثروت خود در راه محبت فرزند دختر پیامبر صرف ننماید، مگر اینکه پاداش هر درهم را 70 درهم در دنیا عطا کنم و در بهشت متنعم شود و از گناهان او در بگذرم. این است عاشورا، این است نذر دادن، این است پذیرایی مهمانان ابا عبدالله. کدام سفره بزرگتر از سفره حسین است؟ نشستن بر این سفره، نشستن بر مائده آسمانی است. کمک کردن به این پروژه و این برنامه، را پیدا کردن به عزت است، به سخاوت است. الجنت دار الاسخیا، بهشت خانه سخاوتمندان است. بگذرم، خیلی وقت ندارم. این ابی عبدالله است، اینم عاشوراست، خیلی فاصله است. من باید بروم کربلا، گوشه های از عظمت را با چشم دل با هم دیگه ببینیم. 27 رجب 28 رجب سال 60 از مدینه حرکت کرد، آمد مکه. 4 ماه و 5-6 روز مکه بود. 8 ذی الحجه از مکه به سمت کوفه حرکت کرد. 24 روز در راه بود. روز 2 محرم وارد کربلا شد. مثل دیروز برای اینکه رسانه ها ثبت میکنن، من صحبت های خطبای گذشته را تکمیل کنم، عرض کردم یک برنامه مشترک است. تا دیروز 30,000 نفر در کربلا از طرف دشمن در مقابله با امام حسین تجمع کردند. شب گذشته شب استثنایی بود. امروز که روز عاشوراست، دقت کنین، صحنه دیگری است. صبح شد، نماز صبح خوانده شد. 30,000 نیرو در مقابل حسین است. امام حسین علیه السلام خیمه ها را اطرافش خندق کند، مثل جنگ خندق احزاب که در مدینه بود. داخل خندق را آقا دستور داد آتش افروختن تا دشمن راه نفوذ به خیمه ها نداشته باشد. صبح شد، 30,000 نیرو
فرماندهی با ابن سعد است، ده ها فرمانده شمر است، شمس ابن ربعی است، امثالهم است. یک وقت دشمن آمدن، لشکر 30,000 نفری را به حرکت در آوردن، اطراف خیمه ها را محاصره کرده بودند. اولین کسی که متوجه خندق شد شمر بود. وقتی متوجه آتش های درون خندق شد، آقا برای تامین امنیت دستور داده بود، شروع کرد به بی‌ادبی کردن. یکی از یاران امام حسین به نام مسلم ابن اوسجه دستور گرفت آقا اجازه هست، شمر سردسته این خبیث هاست، من با تیر او را نابود کنم؟ آقا امام حسین فرمود نه، من خواهش میکنم از عزاداران حسینی در کنار عزا مدیریت و برنامه ریزیتان حسینی باشد، الحمدلله هست. حضرت فرمود نه نه، ما کنتو لعبدهم للقتال، من دوست ندارم، اجازه نمیدم آغازگر جنگ باشم. شمر در دسترس مسلم ابن اوسجه است، اما امام حسین اجازه نداد. در کتاب مرحوم شیخ مفید در ارشاد این عبارت آمده، آقا اجازه نداد آغازگر جنگ باشد. امام حسین دستور داد اسب مرا آماده کنین، امون ذوالجناحی که بعدها یال و کاکلش به خون ابی عبدالله آغشته شد، جلوتر برین. ذوالجناح آماده شد، عمامه پیغمبر را به سر گذاشت، بالای ذوالجناح قرار گرفت. اولین بخش سخنرانی حسین برایتان خوانده می شود. نفرمود آی 30,000 نفر، فرمود ایها الناس، یعنی او 30,000 نفر بشنوه، مردم عالم هم بشنون، همونطوری که قرآن می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل. امام حسین هم مثل قرآن، قرآن ناطق است، حرف دارد. فرمود ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا، مردم سخن مرا بشنوین، عجله نکنین. دوست دارم مجلس با این زیبایی به نکات عمیق پی ببرین. فرمود حتی اعظکم، تا شما را موعظه کنم. بعضیا یک کمی شرایط فرق میکنه بی حوصله میشن، نه، ما در مقابل حسین خیلی مسئولیت داریم. قرآن موعظه است. حسین علیه السلام فرمود حتی اعظکم، تا شما را موعظه کنم، بما هو حق لکم علی، چون شما به گردن من حق دارین. موعظه کردم، بیدار کردم، حق همه است بر گردن بی آگاهان. فاسألوا اهل الذکر و حتی اعتذر الیکم من مقدمی، به شما بگم چرا آمدم کربلا، اگر قبول کردین شما سعادتمند می شوین، اگر انصاف داشتین کنتم بذالک اسعد. جوان عزیز، رسانه‌ای های عزیز، اینها را پخش کنین، دقت کنین. فرمود اگر حرف مرا بشنوین همه تان خوشبخت می شوین. ولم یکن لی لهو علی سبیل، دیگه معلوم است با من چگونه برخورد میکنین، حق را میپذیرین. ای در صورت است که بپذیری، پذیرفتن با خود انسان است. و این لم تقبلوا من العذر، اگر دلیل مرا قبول نکردین، اگر انصاف نداشتین، دقت کنین، دو تا آیه خوان، فاجمعوا امرکم، دستهاتان روی دست هم دیگر، خودتان و شرکایتان را جمع کنین. آیه 71 سوره یونس خوان، فرمود من نگران نیستم. ثم لم تکن امرکم علیکم غمه،
بعد فرمود اگر قبول نکردین این ولی الله سرپرست من خداست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. فرمود اگر قبول نکردین سرپرست من خداست. کدام خدا؟ الذی نزل الکتاب، اون خدایی که قرآن نازل کرده. و هو یتولى الصالحین، او سرپرست صالحان است. ای جهاد حسین، جهاد تبلیغ، جهاد روشنگری از اون شمشیرها بیشتر ارزش دارد. ما بشریت را در کنار گریه و عزاداری به این عظمت دعوت می کنیم. صحبت آقا که به اینجا رسید، 30,000 لشکر یک طرف، آقا و روبروی لشکر، اهل بیت در خیمه ها، صدای گریه اهل بیت، ناله اهل بیت بلند شد. امام حسین ابوالفضل و علی اکبر فرستاد، فرمود عزیزان من بروین اهل بیت را آرام کنین. فرمود به اونا بگین گریه ها بعد. برگشتم، من حیفم میایه بخش دوم سخنرانی آقا را نگم. لشکر یک دفعه تکان خوردن. سید الشهدا ادامه داد، ایها الناس، مردم، انسبونی، نسب یعنی تو پسر کی هستی، پدرت کیست، پدر کلانت کیست، نمیگه نسب فلانی به کجا میرسه. فرمود مردم انسبون من انا، یک فکر کنین، بررسی کنین نسب مرا. ثم مرجعوا الى انفسکم، بعد برین به جانتان، به دلتان نگاه کنین، بعد خودتان را سرزنش کنین. آیا کشتن من رواست؟ آیا غارت خانواده من، حرم من رواست؟ عزیز دلم کجا آمدی؟ چند جمله را حسین علیه السلام اشاره کرد. من اینها را میگم، برو در هر فضای بزرگ از این آدرس حرف بزن. اگر خلاف بود شما آزادی، اگر حق است حق را نپذیری چی جواب داری؟ فما ازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی است. فرمود الست ابن بنت نبیکم، ای کسایی که طرفدار پیغمبرین، باید از عاشورا و از محرم حرف زد، روشنگری کرد. فرمود آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ سوال دوم، و ابن وصیه، آیا من فرزند علی وصی پیغمبر نیستم؟ و ابن عمه، آیا من فرزند پسر عموی پیغمبر و اولین کسی که به خدا ایمان بعد از پیغمبر ایمان آورد و المصدق رسوله بما جاء من عند ربه، اون چرا که پیغمبر آورده بود، اولین کسی که بعد از پیغمبر به او ایمان آورد، من فرزند او نیستم؟ چهارمین نکته، آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ پنج، آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ جعفر، عقیل، اینها برادران امیرالمومنین هستند. بگذاریم، مطلب عمیق‌تر است. اولم یبلغکم قول رسول الله، آیا این سخن پیغمبر به گوش شما نرسیده درباره من و در برابره برادرم هازانه سیدا شباب اهل الجنه حسن و حسین، آقای جوانان اهل بهشتن؟ آقا بالاتر از این حضرت فرمود
فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِ بِمَا اقول وَهُوَ الْحَقِّ، اگر حرف مرا قبول میکنین که حق است، من یادم نمی آید دروغ گفته باشم. اگر قبول ندارین، یک لحظه دیگر کم مانده صحبتم، باید بخشی از دیگری از عاشورا را بگویم. حضرت فرمود اگر قبول ندارین، هستن افرادی از اصحاب پیغمبر. خیلی زیباست که رسانه‌های ما این مطالب را کامل پخش کنند. فرمود و این کذبتمونی، اگر حرف مرا قبول ندارین، فإن فیکم، در بین شما، من اذا سألتموه اخبركم، اخبركم، اگر از اونا برین بپرسین، اینها را به شما گزارش میکنه. یک نوع گزارشگری اون زمانم بود. حضرت فرمود برین از چند نفر از اصحاب پیغمبر سوال کنین. سلو جابر ابن عبدالله الانصاری. جابر اولین زائر حرم امام حسین است. او زمان زنده بود، نابینا بود، در مدینه بود. امام حسین فرمود برین از جابر سوال کنین. دو، و ابا سعید الخدری، برین از ابا سعید خدری صحابی دیگر سوال کنین. سه، سهل بن سعد ساعدی، برین تاریخ بخوانین. چهار، زید بن ارقم. پنج، انس بن مالک. اینها کسانی هستند که کس نمیتواند صحابه بودن اینها را انکار کند. اینها در سال 61 زنده بودند. امام حسین آدرس اینها را داد. آی مردم، چرا از عاشورا اونگونه ای که هست حرف زده نمی شود؟ برای اینکه عده به خواسته های دنیایی برسند. چون اگر عاشورا به ما هو حق معرفی شود، دنیا و آزادگان دنیا در جایگاه های ویژه و اداره و در مدیریت های درست قرار می گیرند. امروز اگر جامعه بشری، جامعه اسلامی این گونه مشکلات دارند، برای اون که مکتب حسین باید و شاید معرفی نشده. فرمود و انس بن مالک یخبرکم انهم سمعوا هذه المقاله، از اونا برین سوال کنین، اونا به شما گزارش میدن که این سخن پیغمبر را شنیدن. اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی، حضرت فرمود اینها کافی نیست، اینها دلیل نمی شود که شما خون مرا نریزید. منطق حسین ببینین، هیچ کس قدرت جواب نداشت. چه کار کردم؟ قرآن می گوید کفار صدای قرآن را نمی گذارد به گوش مردم برسد. و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، سوره مبارکه فصلت، والغو فیه لعلکم تغلبون، اگر صدای قرآنم بلند شد یک کار بکنین که معناش فهمیده نشوه. بلشکر دستور داد، لشکر هم همه کنین، صدای حسین صدای بیداری است. اما عرض میکنم حسین جان، اگر کربلا نبودیم تو را یاری کنیم. امروز جوانان ما، ملت ما، خواهران ما، فرزندان ما با عشق و علاقه و ارادت در عاشوراها شرکت می کنند. زمینه رساندن پیام تو را فراهم می کنند. همه اقشار ما، همه مردم، همه مسلمان ها در قبال شهادتت محزونند، داغدارند، عزادارند. زیاد معطل نکنم، جنگ آغاز شد. عزیزان، از یاران ابی عبدالله به شهادت رسید. نزدیکی های ظهر بود، یکی از یاران ابی عبدالله به آسمان نگاه کرد، صدا زد آقا جان وقت اذان است. حضرت فرمود نماز را به یاد ما انداختی، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد.
حضرت دستور داد. پیشنهاد یاران حضرت هم همین بود، امروز نماز را به جماعت میخوانیم. دو دسته شدم. یک دسته گفتم ما در دو رکعت اول مثل نماز قصر خوانده میشه، در رکعت اول با شما میخوانیم، بعد نماز ما فرادا میکنیم، دسته دوم در رکعت دوم بیاین به شما اقتدا بکنم، بالاخره هر دو گروه به نماز جماعت برسم. دشمن اجازه نداد. تعداد از یاران حسین گفتن آقا ما هستیم، ما خودمان را سپر قرار میدیم. شروع کردن به نماز خواندن، چند نفر خودشان را سپر بلا قرار دادن. تیر می آمد مثل تیمهایی که دیدین خیلی فداکاری میکنن برای که تیمشان شکست نخوره. اونها تیرها را به بغل میگرفتن، به بدن میگرفتن تا حسین و نمازگزاران آسیب نبینن. وقتی نماز تمام شد یکی از اینها خیلی تیر به بدنش اصابت کرده بود. ابی عبدالله آمد به بالین او، از او دلجویی کنه، صدا زد حسین جان آیا به وظیفه ام وفا کردم؟ همه نماز تمام شد، یاران ابی عبدالله همه به شهادت رسیدن یکی پس از دیگری. میخواهم هم انشالله وقت اذان برسه نماز بخوانیم، هم این بخشی از تاریخ عاشورا را بگویم. میگن همه شهید شد، حتی علی اصغر، شنیدین از عزیزانم، از مدعی اهل بیت، از مولوی عزیزمان شنیدین؟ نوبت رسید به خود ابی عبدالله. فوالله ما رأیت مکسورن قطو، میگوید من کسی را ندیدم که این همه مصیبت دیده باشد. قد قتل ولده و اهل بیته، فرزندانش به شهادت رسیده، یارانش به شهادت رسیده. اربت و جاشمین، اما شجاعتر از حسین باشد. و این الرجال لتشد علی، دشمن حمله میکرد. فیشد علیها بسیفه، با شمشیرش حمله میکرد. فتنکشف عن، مثل گوسفندانی که گور با اونها حمله کرده باشد، لشکر پاره می شد. لقد کان یحمل فیهم، با اونها حمله می کرد. تاریخ می نویسد و قد تکمل 30,000، 30,000 نیرو بود اما حسین تنها. فیعزمون بین یدی کأنهم الجراد المنتشر، گویا گروه های ملخ در مقابل شمشیر آقا فرار می کردن. ثم یرجع الى مرکزه، بعد به یک نقطه خاص می آمد. کدام نقطه؟ اون نقطه ای که وقت خدا حافظی به خواهرش زینب فرموده بود زینبم تا صدای الله اکبر لا حول ولا حسین ته میشنوی آرام باش. می آمد اونجا قرار می گرفت، می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در نقطه می آمد، همون جایی که کعبه دلهاست. کربلا جانماز انبیای خوش به حالت، اونجا می آمد الله اکبر می گفت. زینب گوش های مبارکش را تیز کرده بود، همون گونه که گوش های شما عزاداران برای شنیدن مصیبت و معرفت حسین باز است. تا صدای حسین می شنید دلش آرام می گرفت. دیگه شنیدین تیرها به بدنش اصابت کرده بود، زخم ها زیاد بود، حداقل 70 و چند زخم نوشتن. زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. همینطوری که پیراهن بالا کرد خونهای صورت پاک بکنه، شنیدیم قدیمی ها تیرها فرق میکرد. یک مدل تیر بود به او میگفتن تیر سه شعبه، سه تا پره داشت. تیر سه شعبه به سینه ابی عبدالله فرو رفت، از بالای اسب به زمین قرار گرفت. من مقتل بخوانم، یک مرتبه آقا متوجه شد شمر با 4,000 لشکر بین حسین و بین اهل بیت فاصله انداخت.
همه نیروش جمع کرد روی زانوها بلند شد صدا زد آی پیروان ابی سفیان، اگر دین ندارین، اگر معاد را قبول ندارین، حد اقل آزاد مرد باشین. ورجعوا الى احسابكم، به گذشتگانتان برگردین. اگر شما گمان میکنین عربین، حد اقل غیرت عربی داشته باشین. من با شما میجنگم، شما با من میجنگین. زنها مسئولیت نداره. گوش بدین، شمر برگشت در مقابل منطق حسین کم آورد، گفت ما تقول یا ابن فاطمه، پسر زهرا چی میگی؟ آقا فرمود اینی اقول، من میگویم اقاتلکم و تقاتلونی، من با شما میجنگم، شما با من میجنگین. و النساء لیس علیهن جناح، زنها مسئولیت ندارن. فمنعوا اطاعتکم و جهالکم و تقاتکم من التعرض لحرمی، جاهلا و نادانها و بیخردانتان را از نزدیک شدن به حرم من جلوگیری کنین. ما دمت حیا، تا اون لحظه ای که من زنده هستم. شمر آمد سراغ حسین، حسین در گودال قتلگاست. زبان حال زینب از آنگاه بریدم من از حسین دل. فرمود من اون زمان از حسینم ناامید شدم که شمر آمد به مقتل، آمد به مقتل شمر سیه دل. من از حسین دل می برم، اما شمر از حسین سر می بره. تا شمشیر از غلاف کشید روی سینه حسین استاد. زینب صدا زد یا رسول الله، ببین با حسینت چی می کنم. سر را با 12 ضربت از بدن جدا کرد. در اون لحظه آخر هم به یاد امت جدش رسول الله و دوستانش قرار داشت. شمشیر اون ناپاک با 12 ضربت سر را از بدن جدا کرد. آسمان کربلا تیره شد، زمین بلرزه افتاد، غبار بلند شد. فقط یک جمله بگم، زلجنا با یال و کاکل پر از خون وارد خیام شد. اهل بیت از خیمه ها بیرون آمد. یکی سوال میکنه زلجنا، پدرم را برده چرا نیاورده؟ یکی سوال میکنه آی اصل با وفا، پدرم تشنه بود چگونه برخورد کردن؟ وقت زنها زین واژگون و کایال و کاکل غرق بخون زلجنا رو دیدن، صدای ناله بلند کردن. این ناله ها قلب امام زمان را می سوزاند، فریاد می زند جد غریبم، اگر کربلا نبودم تو را یاری کنم. صبحم گریه می کنم، شبم گریه می کنم، اشکم تمام شود خون گریه می کنم. انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلم و ایم انقلب ینقلبون. لحظه اذان است، به یاد اذان مؤذن حسین در سرزمین کربلا و عاشقانه ترین نماز تاریخ انبیا و اولیای الهی بدون معطلی مؤذن من با وصل و رابطه با مؤذن کربلا فریاد تکبیر و اذان را بلند می کند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین.